سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما دوستان عزیزم امیدوارم حالتون بی‌نظیر و عالی باشه و سرشار از انرژی مثبت باشین با یک جلسه آموزشی دیگه از دوره طراحی وب در خدمتتون هستم رسیدیم به دو تا پراپرتی مهم یعنی پراپرتی های فلوت و کلیر این دو تا ویژگی CSS در ارتباط با همدیگه معنی پیدا میکنن یعنی وقتی با هم ترکیب بشن اون کاربردشون مشخص میشه چند وقت پیش یکی از دانشجوهای عزیز دوره کامنتی گذاشته بودن توی یوتیوب واسم گفته بودن که فلوت که دیگه استفاده نمیشه پس لطفا اینو تدریس نکنید و مباحث پیشرفته تر رو تدریس کنید ولی اصلا اینجوری نیستش بچه ها. ما توی این دوره قراره که متخصص بشیم یعنی من تمام تلاشم رو دارم میکنم که شما رو تبدیل به یک متخصص درجه یک بکنم توی بحث طراحی وب پس از کنار هیچ مطلبی به سادگی نمیگذرم و همه چیز رو بهتون آموزش میدم از جمله این فلوت و کلیر که کاربردهای خاص خودش رو هم داره و اینجوری نیست که دیگه استفاده نشه شما به عنوان یک متخصص باید تمام ویژگی ها رو بشناسید که بتونید از هر کدومش در جایگاه مخصوص خودش استفاده بکنید خب این ویژگی فلوت ریزه های خیلی زیادی داره و توی همه دوره هایی که من دیدم کاری که میکنن یعنی که میان کل این ریزکاری‌ها ها و نکته هاش رو توی یه جلسه میگن و اون کسی که داره ویدیو رو میبینه کاملا گیج و مات و مبهوت میشه و هیچ چیزی نمیفهمه ولی من طبق روال همیشگی تدریس خودم مطالبش رو تقسیم میکنم به چند تا ویدیو توی هر ویدیو چند تا از نکته هاشو میگم که به سادگی آب خوردن به این مبحث هم تسلط پیدا کنید با انرژی خیلی خیلی زیاد با لب خندون با حس خوب ادامه ویدیو رو همراه هم باشیم ویژگی فلوت از اون دست ویژگی است که مکان عنصر رو مشخص میکنه دوستان مبحث پوزیشن رو که یادتون هست با استفاده از پوزیشن هم تقریبا یه همچین کاری رو میکردیم یعنی مکان انصرها رو موقعیت یا پوزیشنشون رو مکانشون رو مشخص میکردیم فلوت هم تقریبا کلیت کاری که انجام میده مثل مبحث پوزیشن هاست با این ویژگی یه عنصر رو به سمت چپ یا راست عنصر نگهدارندش یا همون کانتینرش هل میدیم یا به اصطلاح میگیم شناورش میکنیم دوستان معنی کلمه فلوت میشه شناور شدن معنی کلمه کلیر هم میشه پاک کردن یا زدودن که حالا توی قسمت های بعدی به کلیر میرسیم پس یه بار دیگه با دقت گوش کنید وقتی از ویژگی فلوت استفاده میکنیم واسه یک عنصری اون عنصر رو به سمت چپ یا به سمت راست عنصر نگهدارندش حل میدیم یعنی میبریمش سمت راست یا سمت چپ عنصر نگهدارندش خب ویژگی فلوت چه مقادیر رو میتونه بپذیره مقدار لفت یعنی سمت چپ مقدار رایت یعنی سمت راست مقدار نان که مقدار پیشورزش هست پیشفرزش یعنی چی یعنی وقتی یک انسج رو ما فلوت لفت یا رایت بهش ندیم فلوتش نان در نظر گرفته میشه یعنی اصلا فلوتی نداره یعنی اصطلاحا اصلا شناور نشده اون عنصر و مقدار اینهریت هم میتونه بپذیره که در مورد این اینهریت قبلا توضیح دادم این اینهریت یعنی چی یعنی عنصر نگاه میکنه به پدرش فلوت پدرش هرچی بود به بچه هم به ارث میرسه خب نکته بعدی در مورد فلوت اینه که وقتی یک عنصر بلاکی مثل یک عنصر دیو رو به یک سمتی شناور بکنیم یعنی فلوت چپ یا فلوت راست بهش بدیم ارز اون عنصر به حداقل مقدار ممکن میرسه یعنی ارز محتوای داخلش رو میگیره و آخرین نکته در مورد فلوت آخرین نکته توی این جلسه البته اینه که قبلا بچه ها دوستان عزیزم قبلا واسه یه صفحه آرایی واسه اینکه این قسمت های مختلف وبسایت رو بسازیم هدرش رو فوترش رو سمت چپش رو سمت راستش رو سایدبارش رو از جدول ها از تیبل ها استفاده میشد که توی قسمت 14 توضیح دادم تیبل ها رو که روش به شدت مزخرف و سختی بود استفاده از تیبل ها بعدا اومدن از فلوت واسه صفحه آرایی استفاده کردن اما باز هم فلوت هم روش استاندارد و مناسبی نبود واسه صفحه آرایی و بعدش روش های مثل فلکس باکس و گرید به وجود اومدن واسه بحث صفحه آرایی پس لازمه که شما فلوت رو هم بدونید که بدونید چه سلسله مراتبی طی شده تا رسیدیم به فلکس باکس و گرید فلکس باکس و گرید رو هم جلوتر آموزش میدم خدمتتون ببینید الان اینجا اومده صفحه آرایی کرده با استفاده از فلوت یه هدر داریم که فلوتی نداره یعنی شناورش نکردیم یه فوتر هم داریم که فلوت نیست این قسمت وسط رو ببینید اومده ساید بار رو فلوت کرده به سمت راست شناورش کرده به سمت راست این قسمت مین رو هم شناور کرده به سمت چپ حالا این نکته هایی که گفتم رو میریم روی کد با هم دیگه بررسی میکنیم که کامل متوجه بشید شاید روی اسلاید دقیقا متوجه نشده باشین کامل موضوع رو نفهمیده باشین بریم روی کد تا یه بار دیگه مطالب رو با جزیات یاد بگیریم خب دوستان یه نکته مهمی که توی اسلایت ها گفتم گفتم وقتی یک عنصر بلاکی به یک سمتی شناور بشه ارزش به حداقل مقدار ممکن یعنی ارز محتوای داخلش میرسه حالا این یعنی چی ببینید روی کد بررسی کنیم من یه عنصر دیو میسازم خب و داخلش می مثلا میلاد خب اینو من کپی میکنم سه تا دیو به این صورت داشته باشیم حالا بیایم یه سری استایل های CSS بهش بدیم میگیم دیوامو انتخاب کن بکگراند کالر به عنوان مثال گری uh, بده بهش خاکستری یه مارجینی هم بدیم که به هم دیگه نچسبن مثلا مارجین 5 پیکسل خب بریم نتیجه رو ببینیم ببینید کل ارز کانتینرشون که همون بادی هست رو پوشوندن چرا چون های بلاکی هستن رفتار بلاکی دارن خب حالا اگه ما بیایم به اینا فلوت بدیم اون رفتار بلاکیشون که کل ارز کانتینر رو میپوشونن از بین میره و ارزشون به اندازه محتوای داخلشون میشه الان محتوای داخل اینا چیه این کلمه میلاده بذارید من اینو فونت سایزش رو بزرگتر کنم که بهتر ببینیمش مثلا میگم فونت سایز سی پیکسل ببینید محتوای داخل اینا این کلمه میلاده خب حالا بیایم به اینا فلوت بدیم ببین سه تا دیو داریم اینجا میگم دیوام رو انتخاب کن و فلوتشون کن شناورشون کن به سمت چپ به عنوان مثال اینجا میتونیم بنویسیم چپ یا میتونیم بنویسیم رایت یا راست خب ببینید به محض اینکه میگم فلوت بشن به سمت چپ یه اتفاقی افتاد عناصر دیومون که بلاکی بود رفتارشون و کل ارز رو میپوشوند دیگه کل ارز رو نپوشوندن به اندازه محتوای داخلشون ارز گرفتن و روی یک خط کنار هم قرار گرفتن عناصر بلاکی نمیتونستن روی یک خط کنار هم باشن مگر اینکه رفتارشون رو تبدیل به اینلاین بلاک میکردیم خب ببینید وقتی فلوت هم بهشون میدیم داره همچین اتفاقی میافته. هم میتونن بیان روی یک خط کنار هم قرار بگیرن همین که ارزشون به اندازه محتوای داخلشون میرسه حالا اگه بیایم ارز مشخصی بهشون بدیم ببینید الان ارزی واسش اینجا انتخاب نکردیم نگفتیم ارزش مثلا 100 پیکسل 200 پیکسل 300 پیکسل باشه ارزی مشخص نکردیم فلوت که بهشون میدیم به اندازه محتوای درونشون ارز میگیرن حالا میتونیم ارز مشخص هم بهشون بدیم مثلا بگیم ارزشون باشه به عنوان مثال 200 پیکسل حالا ببین فلوت لفت رو برش میدارم ببینیم رفتارشون به چه شکله گفتم ارزشون 200 پیکسلی باشه خب چون رفتار بلاکی دارن نمیتونن روی یک خط کنار هم باشن اما اگه فلوت بهشون بدیم میگیم این ستا ست دیوم فلوت بشن شناور بشن به سمت لفت به سمت چپ خب چه اتفاقی افتاد؟ اون دیویست پیکسل رو حفظ کردن و اومدن روی یک خط کنار هم قرار گرفتن حالا اگه بگم فلوت بشن به سمت راست خب ببین اومدن سمت راست شناور شدن به سمت راست نگه دارنده یا کانتینرشون کانتینرشون کیه؟ کانتینرشون بادیه حالا میتونیم اینا رو همه رو بندازیم توی یک دیوی مثلا با کلاسه کانتینر خب خب حالا این سه دیو رو من از اینجا بر می میندازم توی دیو با کلاسه کانتینر حالا بیام به این کانتینر یه سری استایل بدم نقطه کانتینر میگم مثلا ارزت باشه 700 پیکسل ارتفاعت هم باشه مثلا 200 پیکسل و بکراند کالر هم بهش بدیم مثلا میگم بکراند کالرت گرین باشه سبز باشه بیاریمش وسط صفحه مارجین اوتو هم بهش بدیم که بیاد وسط صفحه خب بچه ها ببینید یه اتفاقی داره میافته چرا به این قسمت سبز رنگ به این دیو سبز رنگ مارجین اوتو دادیم نیومده وسط صفحه قرار بگیره کد ها رو نگاه بکنید ویدیو رو همینجا پوزش کنید متوقفش بکنید به علت این موضوع فکر بکنید خیلی اتفاقی به این مشکل الان برخوردیم اصلا قصدم نبود که اینجوری بشه ولی حالا که اینجوری شد به عنوان یه تمرین بهش فکر بکنید یه لحظه ویدیو رو متوقف کنید ببینید علتش چیه الان من بهتون میگم علتش رو خب ببینید اینجا ما چهار تا دیو داریم گفتم دیو هامون فلوت بشن به سمت راست شناور بشن به سمت راست خب این کانتینر هم یکی دیو هست دیگه پس این فلوت به رایت فلوت راست روی این کانتینر هم داره اعمال میشه و نمیذاره مارجین و اوتو رو بیاره وسط پس میتونیم چیکار کنیم میتونیم به این دیو ها بیایم مثلا کلاس به عنوان مثال باکس بدیم خب این کد رو کپی کنم به دو تای پایینی هم بدم این هم کلاس باکس داشته باشه این هم کلاس باکس داشته باشه اینجا بگیم باکسامون شرایطشون این باشه خب حالا ببینید اون دیو سبز رنگ اومده وسط خب حالا این دیو هایی که داخلش هستن رو گفتیم که فلوت بشن به سمت راست کانتینرشون اون جمله اول ویدیو رو یادتون بیاد با استفاده از فلوت میتونیم عناصر رو به سمت راست یا چپ عنصر نگهدارنده یا کانتینرشون شناور بکنیم هل بدیم خب الان این سه تا دیو نگه دارنده یا کانتینرشون کیه؟ دیو با کلاس کانتینر گفتم فلوت بشه به سمت راست بیان سمت راست کانتینرشون حالا اگه بگیم فلوت لفت میان به سمت چپ کانتینرشون خب دوستان عزیزم حتما این کدها رو شما خودتون تمرین بکنید با این کدها بازی بکنید دقیقا این مراحلی که من دارم توی ویدیو اجرا میکنم رو شما چندین بار اجرا بکنید فلوت رایت بدید چپ بدید کانتینر واسه شون بسازید با کودها بازی بکنید تا کاملا به موضوع تسلط پیدا کنید نکته یه بعدی که داشتیم این بود که از فلوت ما واسه یه صفحه آرایی استفاده می کنیم یعنی می کردیم الان روش های تر به وجود اومده مثل فلکس باکس و گرید ولی قبلا از فلوت واسه صفحه آرایی استفاده می شد به چه شکل؟ فرض کنید می استراکچر یک وبسایت رو به صورت خیلی ساده با هم دیگه پیاده سازی بکنیم خب یک دیو میسازم با کلاس هدر همینو سری کپیش میکنم یه دیو دیگه میسازم به این کلاس فوتر میدم یه دیو هم میسازم و کلاس چی بهش بدم کلاس مین بهش میدم مثلا اون قسمت اصلی وبسایتمون خب حالا میایم اینجا استایل میدیم میگیم نقطه هدر مثلا ارتفاعت 100 پیکسل باشه بکگراند کالرت هم رنگ پس هم به عنوان مثال لایت گری باشه خاکستری روشن باشه خب به فوتر هم دقیقا همینو بدم تو هم 100 پیکسل و لایت گری باش حالا به این دیو مین میگم نقطه مین تو مثلا ارتفاعت باشه 400 پیکسل بکگراند کالرتم باشه مثلا گری خب ببینیم تا الان چطوری شده خب چرا فوترمون نیومده ببینیم کجا اشتباه کردیم آها اینجا نوشتم هدر دوباره خب اینو میکنمش فوتر خب ببینید چی شد این خاکستری روشن هدرمونه این خاکستری پررنگتر تر بخش مینه دوباره این پایینش بخش فوتره حالا میخوایم بخش مین رو تبدیل بکنیم به دو قسمت بچه ها یه بار با پوزیشن ها این کار رو بهتون گفتم ببینید با پوزیشن چی کار میکردیم اولا که میایم داخل مین به عنوان مثال دوتا تا دیو میسازیم دو تا دیو میسازیم و به یه دونش مثلا میام کلاس چی بدم مثلا کلاس لفت میدم به پایینیش میام کلاس رایت right میدم خب با استفاده از پوزیشن چی کار میکردیم؟ میگم نقطه مین نقطه لفت یعنی این دیو رو دارم انتخابش میکنم خب باید به کانتینر این دوتا دیو یعنی دیو با کلاس لفت و رایت right, که این دیو با کلاس مین هست پوزیشن ریلیتیو میدادیم میگم پوزیشنت ریلیتیو باشه حالا به این لفت و رایت right. پوزیشن چی بدیم؟ پوزیشن ابسولوت بدیم خب حالا میگم تو از سمت چپ لفتت صفر باشه یعنی بچسب به سمت چپ کانتینرت خب یه ارزی هم بهش بدم مثلا میگم تو ارزت 25 درصد باشه ارتفاعت 100 درصد باشه یعنی به اندازه کل کانتینرت باش بگراند کالر مثلا گرین هم بهش میدم سبز خب تا الان ببینیم چطور شده ببینید این قسمت سبز رو ساختیم حالا این سمت راستش رو هم به همین صورت کدا رو سری کپی میکنم مین نقطه رایت right. میگم ارزت 75 درصد باشه ارتفاع 100 درصد رنگ پس مثلا بلو باشه پوزیشنت ابسولوت رایتت صفر باشه یعنی از سمت راست به چسب کانتینرت خب اعمال نشده حتما یه جایی اشتباه شده آها اینجا رایت right رو اشتباه نوشتم رایت right. الان اعمال شد ببینید با استفاده از پوزیشن این بخش من رو تبدیل کردیم به دو قسمت خب یه مقداری چالش بیشتری داره باید بیایم به کانتینرشون پوزیشن ریلیتیو بدیم بعد به فرزندان پوزیشن ابسولوت بدیم بعد با استفاده از لفت و رایت right این کار رو انجام بدیم حالا همین کار رو دقیقا بیایم با فلوت انجام بدیم خب این پوزیشن و اینا رو پاک میکنم دیگه نیازی بهشون نداریم بیایم با استفاده از فلوت این کار رو بکنیم ببینید میگم مین لفت عرض 25 درصد ارتفاع 100 درصد background color red گرین میگم آقا تو فلوت شو ببینید میگم فلوت شو یعنی شناور شو به سمت چپ کانتینرت خب نتیجه رو ببینیم ببینید این قسمت سبز رنگ تا اینجا اومده حالا فعلا کاری با این آبیه نداشته باشید حالا میایم به این آبیه چی میگیم میگیم تو عرضت 75 ارتفاع 100 درصد تو بیا فلوت شو شناور شو به سمت راست کانتینرت کانتینرش کیه؟ مینه میگیم تو بیا سمت راست کانتینر به این میگیم چی؟ به این سبز رنگه میگیم تو بیا به سمت لفت یا چپ کانتینرت خب ببینید دقیقا کاری که با پوزیشن با چالش و دردسر بیشتری کردیم الان اینجا با فلوت خیلی راحتتر انجامش دادیم فقط یه فلوت لفت و یه فلوت رایت یعنی با دو خط این کار رو انجام دادیم دوستان عزیزم یه مقداری ممکنه این ویدیو مبهم باشه واسه ولی خیلی ساده است فقط ازتون میخوام تمام کدهایی که من توی این ویدیو زدم رو یه بار دو بار سه بار خودتون این کارا رو انجام بدین کاملا موضوع رو درک میکنید تا قسمت های بعدی و ادامه توضیحات به خدا میسپارمتون موفق باشین